سلام و عرض ادب دارم خدمت یکا یک شما عزیزای دل. امیدوار هستم که خوب و خوش باشید در هر گوشه و کنار دنیا که هستید. با چینل آشپزی با باران خوش آمدین و یک سلام گرم خدمت کسایی که همین اکنون به چینل ما پیوستن. دوستای عزیز، اگر چینل ما رو سابسکرایب نکردین لطفا چینل ما رو سابسکرایب کنید، با کمک شما عزیزا نیازمند هستیم. دوستای عزیز، امروز میخوایم که مربای هویج آماده کنم که امیدوار هستم که خوش شما بیاید و مرا تا آخر ویدیو بیننده باشین. دوستا، یه مواد های لازمیش هستن: 2 کیلو زردک داریم، 1 کیلو شکر داریم. دوستان، اگر دوست داشتین که مربای شما شیرین بیه، میتونین 1.5 کیلو شکر اضافه کنین. 1/2 گلاس کمتر گلاب داریم، 1 قاشق چای خوری هل چای داریم، 1 عدد لیمو داریم. اگر لیمو تازه در خانه نداشتین، میتونین از جوار لیمو استفاده کنین. اگر جوار لیمو نداشتین، میتونین از لیمو تازه استفاده کنین. 1.5 لیتر آب داریم دوستا، که در 2 کیلو زردک باید 1.5 لیتر آب اضافه کنیم. اویچار رنده مونم، به خاطر که برای شما دوستا خسته کن نباشه. وقتی که رنده کردم دوباره برای شما دوستا نشان میدیم. کسایی که در اروپا هستین، سوپرمارکت های بزرگ مربای هویج اصلا پیدا نموشه و در مغازه افغانی ها شاید باشه که خیلی هم گران است. دوستا، اگه خواستین که مربای هویج شما رنگش روشن باید، حتما هویج باید پست کنین. اگه هویج با پست پخته کنین، باز رنگش سیاه میاد. اگه دوست داشتی فروشگاه های بزرگ که برای اروپایی هست، هر رقم مربا پیدا موشه، غیر مربای زرده پیدا نموشه. میتونیم خود ما در خانه آماده کنیم از دل خو، که اگر دوست داشتیم شیرین تر باشه میتونیم شکرش زیادتر اضافه کنیم. اگر اینکه نه، که همون تو متوسط باشه، میتونیم شکرش کمتر اضافه کنیم. مثل که 2 کیلو زردک گرفتم و 1 کیلو شکر. اگه شما دوست داشتین که شیرین تر باشه، میتونین 1.5 کیلو شکر اضافه کنین در 2 کیلو زرده. یکم سخت است دوستا، دستان بخی درد گرفت. یه خلاص شد دانی آخرش بود دوستا، اینقدر تفالش ماند. میبینید اینم از هویجی که رنده کردیم. خب داخل دیگ اضافه. خب یا هویج یا آمی زردک که رنده کردیم داخل دیگ میندازم. هم 1 کیلو شکر، یک نیم لیتر آب، یک تا آب لیموی تازه، آب لیمو به خاطر از این اضافه مونیم وقتی که مربای ما دیر مومنه با شکرک نزنه دوستا. اگه آب لیمو اضافه نکنیم، باز وقتی که مربا رو 1-2-3 روز نگاه کنیم با شکرک میزنه. شما خستایشو بگیرم. خب ایرم ابرم سر گاز قرار میدیم. هلو گلاب را اضافه نمونیم دوستا، تا اینکه 1 ساعت باید هویج خوب جوش بخوره. باز برای شما دوستان نشون میدیم. بعد از او باز ایلا کده گلاب اضافه مونیم. فعلا مبرم سر گاز. خب ایلا سر گاز قرار میدیم. یک دفعه خوب شور میدیم که شکر کده همه زردک و آب خوب مخلوط شنه.
میریم دیگه تا اینکه جوش بیاد دوستان. خب میبینید که مربا جوش آمده، چقدر تازه جوش آمده دوستا. درش بسته مونیم، فعلا مدت یک ساعت میلیم که جوش بخوره، بعد یک ساعت گلاب و ایل اضافه مونیم دهیش. خب مربا یک ساعت کامل جوش خورد، میبینید که آبش کاملا کم شده، عالم نصف گلاس کمتر گلاب اضافه مونیم، یک قاشق چای خوری ایل. دوباره با آتا رو خوب مخلوط کنیم دوستا. بازم میلیم که مدت 20 دقیقه الی نیم ساعت دوباره جوش بخوره. اگر آتش متوسط باشه دوستا، زیرش کم باشه، دو نیم الی سه ساعت وقت مبره. من چون که زیرش گاز بود اگه زیاد بود، یک ساعت جوش خورده، بعد یک ساعت کاملا هویجا نرم شده. دوباره یال که گلاب اضافه کردم امرای ایل، بازم میلوم که 20 دقیقه الی نیم ساعت دوباره جوش بخوره. باز برای شما دوستان نشان میدم. خب عزیزا میبینید مربا بازم نیم ساعت با گلاب و ال جوش خورده، میبینید آبش خیلی کم شده. به نظر من دیگه که کاملا بس است. اگر از زیاد آبش خشک شد دوستا، باز مربا خشک میه، یکم میتا سیفت میشه، دیگه بس است. زیر گاز کاملا خاموش رو درش هم زیاد بسته نمونیم، اینه مقدر باز میلیم نیم کشک، دیگه زیر گاز کاملا خاموش شدم دوستان. دیدیم زیر گاز خاموش کردم، میلیم که مربا یکم سرد شنه، بعد داخل ظرف ها اضافه مونیم، درشم بسته نمونیم. بله عزیزای دل، میبینید مربا آماده شده، میبینید چقدر نرم و لطیف هم ده، میبینید چقدر خوش رنگ آمده دوستا. هیچ حاجت به زعفران نداشته که اضافه کنیم. بعضی دوستا زعفران هم اضافه مونن به خاطر که اگر پوست اویج یا موزرده اگر پوست نکنیم یک کمی رنگش باز تیره موشه. اگر زعفران اضافه کنیم هیچ فرقی نمونن. ببینید من بدون این که زعفران اضافه کنم چقدر رنگش روشن هم ده. خب دوستا یالی در ظرف ها اضافه مونم. خب آل مربا را در ظرف ها اضافه مونیم. من از این بوتل های شیشه ای گرفتم که درش خوب بسته موشه، میتونیم داخل یخچال داخل کمد قرار بدیم. ببینید دوستا در شما معلوم موشه خیلی خوبیش هم ده، همون تو لابدار و خوش رنگ و همچنان همون تو خیلی خوشبو. خب اضافه مون را میره داخل از این بوتل ها. البته نگفته نمونه دوستا، یک ساعت تقریبا یک ساعت شده که من ریشتم که کاملا خوب سرد شنه، خوب یخ شد. یعنی دیگه اینا رو باز داخل قوطی های اضافه مونم. خوب در بوتل های اضافه کردم، اما 2 کیلو اویج یا مزردگی رو که گرفته دیم فقط 2-3 از قوطی ها شده، این قدر دیگهش ماندک. خوب شده که اندازه شد دوستا. من دیگه ظرفم نداشتم که در کدوم ظرف دیگه اضافه میکردم، خوب شد که دیگه اضافه نکردک. خوب یال در آیزار بستم اونم. خیلی با آسانی خیلی هم راحت مربای زردک یا همویج در خانه آماده کردیم. دوستایی که دوست دارین که برای چای صبح
مربای زردک یا هم مربای هویج استفاده کنین. میتونین با رویش آماده کنین، خیلی مربایش نرم، خیلی هم خوبش هم ده. خب این باقی ماندهش هم مده بشقاب اضافه مونم. میبینید دوستان؟ خب دیدین که مربای اویچ ما آماده شد دوستان. امیدوار هستم که خوش شما آمده باشه و مرا تا آخر ویدیو بیننده بوده باشین. عزیزای دل اگه خوش شما آمده اگه ویدیو مرا لایک کنید و ویده دوستایی که تازه به چینل ما پیوستن خواهشان دوستای عزیز چینل ما را سابسکرایب کنید، به کمک شما عزیزا نیازمند هستیم. میبینید دوستای اینم از مربای اویچ، ببینید چقدر خوش رنگ و لاب دارم ده. در قوطی اضافه کردم. ولی عزیزا تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.